37 سال قبل در چنین روزهایی در ایران انقلاب اسلامی به حکومت 37 ساله محمد رضا شاه پهلوی پایان داد. آیت الله خمینی که رهبری این انقلاب را به عهده داشت، در ماه‌ها و هفته‌های قبل از پیروزی انقلاب در پاریس، جمهوری اسلامی مورد نظرش را به جمهوری فرانسه تشبیه کرد و گفت در جمهوری اسلامی او همه حتی کمونیست‌ها هم آزادی فعالیت دارند. ولی خیلی زود بعد از استقرار حکومت اسلامی، نه فقط کمونیست‌ها که بسیاری از انقلابیون مسلمان هم کشته، زندانی و تبعید شدند. دو تن از این تبعید شده‌ها پدر و پسری هستند که برای گفتگو با آنها به پاریس رفتند. پدری که انقلاب کرده و پسری که انقلاب پدر را به ارث برده. رضا علیجانی، سردبیر سابق مجله ایران فردا، روزنامه‌نگار، فعال ملی مذهبی و زندانی سیاسی سابق، و ارشاد علیجانی، روزنامه‌نگار با سابقه فعالیت در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های اصلاح طلب در ایران و در حال حاضر شاغل در تلویزیون 24 ساعته فرانسه. رضا علیجانی، ارشاد علیجانی، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. سال 57 شما آقای علیجانی 17 سال بیشتر نداشتید، ولی خب تو انقلاب خیلی فعال شدید. شما در قم مثلا به دلیل پخش اعلامیه بازداشت کردن. اون موقع به عنوان یک جوان، یک نوجوان در واقع، چی میخواستید از انقلاب؟ چرا میخواستید حکومت شاه رو سرنگون بکنید؟ حقیقت خب ما تلقیمون از حکومت شاه و از انقلاب رو از فضای روشنفکری جامعه‌مون میگرفتیم. حالا من به عنوان یه فرد مذهبی از این خانواده مذهبی از شریعتی میگرفتم و از کتابایی که در میومد. حتی من خودم کانون پرورش فکری کودکان و جوانان میرفتم، خیلی کتابایی که میخوندم از اونجا گرفته بودم. بعد با کتابای شریعتی آشنا شدم. ولی ما تصوری که از انقلاب داشتیم یا از خواستمون داشتیم، یکی آزادی بود که بعداً تو شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی هم منعکس شد. اینکه حکومت شاه به مخالفین خودش آزادی نمیده، شکنجه میکنه، اوین هست، زندانی سیاسی هست. من سوم ابتدایی بودم که ناظم مدرسه ما رو ساواک بازداشت کرد و تبعیدش کرد. من اولین بار کلمه ساواک رو اونجا شنیدم که یه چیز سیاه و مخوفیه، تو شکنجه هست، آدم ها رو یه دفعه ناپدید میشن، اعدام میشن، شکنجه میشن و و یه چیزی که میخواستیم آزادی بود. حالا این به تدریج که مطالعه می‌کردیم در حد به اصطلاح مفاهیمی که اون موقع در دسترس بود، این آزادی برامون عینی‌تر می‌شد. یکیش استقلال بود و اینکه حکومت شاه وابسته است و قدرت‌های جهانی، حالا موقع با ادبیات چپ، سرمایه‌داری، امپریالیسم و اینها تحت نفوذ اونها هست و ما نوعی عدالت می‌خواستیم، چون گفتمان غالب روشنفکری اون موقع عدالت خواهانه بود. حالا عدالت با آزادی یا بی آزادی، یعنی بعضیا به تعبیر حالا امروزی میشه گفت سوسیال دموکرات بودن، بعضی عمدتاً چپ سوسیالیست بودن، ولی عدالت خواهی و مبارزه با فقر و فاصله طبقاتی. یه نمایشگاه عکس بود دانشکده اقتصاد شهر ما گذاشته بود و تو اونجا در واقع میشه گفت 90% این عکس‌ها نمایش فقر و فاصله طبقاتی بود. این فاصله طبقاتی هم ما عدالت رو توش می‌خواستیم و همه اینها هم خوب در یه فرهنگ مذهبی یا با یه ادبیات مذهبی بیان می‌شد. اما این ادبیات مذهبی نقاد ادبیات روحانیت هم بود. ولی ارشاد، خیلی از جوانای امروز، اونهایی که به هر حال ناراضی‌اند از وضعیت موجود، ایراد به می‌گیرن به پدر مادرشون، به نسل که انقلاب کرد و میگن شما زندگی آینده ما رو خراب کردین. آیا شما هم یکی از اون جوانایی هستید که این ایراد رو دارید؟ من فکر میکنم طلبکار نیستم، ولی سوال دارم، چون برام قابل درک نیست که با توجه به شرایطی که اون موقع داشت، شرایط مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، چرا یک نسلی که به شدت جوان بود، بی تجربه بود از علم سیاست، علم اقتصاد، علم علوم اجتماعی، چندان سررشته نداشت. اگر نگاه کنین کسانی که در انقلاب مثلا کشته شدن در طول انقلاب زیر شکنجه، اینا سناشون رو نگاه کنین، نهایتا 20-25 ساله دانشجو هن. حنیف نژاد دانشجو دانشگاه شریفه، یعنی 20 بین 20 تا 25 سالشونه. یه همچین قشری از بخشی از جامعه، نمیتونم درک کنم که چطور یک همچین تصمیم بزرگ، تصمیم نمیشه گفت، چطور به این مرحله رسیدن و به این تصمیم رسیدن که یه همچین کاری بکنن، در صورتی که شاید خیلی از اونور تونلی که داشتن طی میکردن خبر نداشتن اونورش چی هست، یا اصلا تصوری هم ازش نداشتن که
چه خواهد شد؟ خب همه که جوان نبودن توی انقلاب، خب خیلی افراد زیادی شرکت کردن. گفته میشه که انقلاب ایران یکی از مردمی ترین انقلاب از نظر شمار شرکت کننده های درون بوده. در چه همه قشر و طبقه بودن، طبیعتاً جوان ها نقش خیلی موثری داشتن در این. یعنی شما فکر میکنید در مجموع اصولاً چی میخواستن از دید شما؟ من فکر میکنم که نمیدونستن چی میخواستن، فقط میدونستن چی نمیخواستن. اینکه حکومت شاه رو نمیخواستن، ولی اینکه چی میخواستن فقط خلاصه میشه در یک جمله مبهم: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، که استقلالش مشخصاً مبارزه با استعمار شرق و غرب حالا به اصطلاح است. آزادیش به نظرم هیچ دید روشنی ازش نداشتن که چه جور آزادی میخوان. آیا مثلا داشتن مسجد برای سنی ها در تهران یا شهرهای مختلف جزئی از این آزادی تو ذهنشون بوده، یا بهایی ها آزادی داشته باشن آیا جزئی از این بوده، آزادی پوشش برای زنان یا حتی مردها جزئی از این ذهنیت آزادی بوده، و جمهوری اسلامی هم که یک مفهوم کاملا مبهمه و تا سال 58 هم حتی خیلی مشخص نیست. سال 58 هم که رأی گیری میشه، باز هم حتی بعد اون هم یک جعبه بسته ای که معلوم نیست چیه. من فکر میکنم مشکل اساسی این بود که فقط میدونستن چی نمیخوان و اینکه در اون طرف چی میخوان رو هیچ ایده ای ازش نداشتن. حالا سر مسئله آزادی، آقای علیجانی، بر اساس صحبتایی که ارشاد کرد، سر مسئله ای که شما واقعا نمیدونستین آزادی دقیقا چی میخوان از آزادی، این طور بود یا اینکه واقعا روشن بود براتون؟ نه، من به صورت کلی این حرف رو قبول دارم. این مهندس صابی هم این عبارت رو داره که مردم ایران یه زمان فقط میدونستن چی نمیخوان، الان میدونن چی میخوان. اینو به صورت عمومی فضای کلی جامعه شاید بشه پذیرفت، ولی به نظر من روشنگری جامعه حالا نه مصداقی خیلی دقیق و جزئی، ولی جهت رو درست تشخیص داده بودن. الان ما یه مقدار تحت تاثیر، یعنی تاریخ رو وارونه میخونیم، از حالا به گذشته برمیگردیم، یعنی تجربه جمهوری اسلامی رو میبینیم. ولی در درون انقلاب شاید به این عبارت من بتونم بگم، انقلاب ایران حاصل شراکت نافرجام دو نوع رادیکالیزم بود. یه رادیکالیزم روشنفکری، یه رادیکالیزم روحانیت. این دوتای شراکت نافرجام داشتن، یعنی چند ماه از انقلاب نگذشته بود که این شراکتشون به هم خورد و به نظر من آقای خمینی این شراکت رو به هم زد. روشنفکرها، روحانیت، حالا سمبولش آقای خمینی، همه روحانیت هم رادیکال نبودن، آقای خمینی رادیکالیزه کرد روحانیت رو، اینها از آزادی یه تلقی داشتن، از استقلال یه تلقی داشتن، از جمهوری اسلامی به ویژه یه تلقی داشتن، روشنفکرها که به اصطلاح به نوعی موتور محرکه انقلاب بودن یه تلقی دیگه ای داشتن. آزادی ممکنه مثلا، چون الان ببین ما الان داریم از موزه آزادی حرف میزنیم، اون موقع گفتمان غالب عدالت بود، ولی در این حال آزادی هم شعار انقلاب بود. شاید برای سرمایه‌دارها آزادی نمیخواستن، ولی برای بقیه جامعه آزادی میخواستن. اون زمان دگراندیشان تو جامعه مارکسیستا بودن و تمامی مذهبی‌های نواندیش خواهان این بودن که مارکسیستا آزاد باشن، و این شعار رو حتی به دهن آقای خمینی هم آوردند. یعنی آزادی مخالفی که آقای خاتمی سال 76 میگه، این شعاری است که تو انقلاب آقای خمینی هم حتی میگه. این شعار ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، چون یک صحبتی که معمولا میشه در مقابل ایرادی که جوان ها میگیرن از نسل انقلابی، میگن که جواب بسیاری از این نسل انقلابی اینه که این آقای خمینی بود که ما رو فریب داد، به دلیل اینکه آقای خمینی صحبت از همین شما خودتون گفتین توی خود صحبت آقای خمینی مسئله آزادی بعضی مواقع عمده میشد، حتی در جواب به سوال خبرنگار فرانسوی که جمهوری اسلامی شما چی جور جمهوری اسلامی است، گفت مثل فرانسه است، همه آزادن درش. آره میگن که اینا چرا آقای خمینی خب نه حرف حالا بحث اینه که این میگن که این کساییه که در مقابل میگه، افرادی مثل شماها که میگین که این خوب، این آقای خمینی بود که حرف دیگه ای زد بعدش کار دیگه ای کرد، ولی آقای خمینی هم موقع مسئله اسلام رو خیلی شدید مطرح میکرد، خیلی روشن بود که ما جمهوری اسلامی بر اساس شریعت اسلام میخواییم، و شما اینو بسیار فراموش میکنید که روشن بود از نظر آقای خمینی. شما بودید که به هر حال ندیدین قضیه رو، حتی آقای شریعتی که شما پیروش بودید و خیلی هم فعالیت کردین برای انتشار افکارش، ایشون هم آزادی رو از زاویه شریعت اسلام میدید.
با این جمله آخرتون زیاد موافق نیستم که شریعتی آزادی رو از دید شریعت میدید. نه، آزادی رو شریعتی از دید شریعت نمیدید. اما حالا بحثو نمیخوام به اون سمت ببرم. به نظر من ببینید، به قول یکی از نمایندگان مجلس میگفت ما مردم رو با قرآن و نهج البلاغه تو خیابون آوردیم، بعدن دستشون مفاتیح و رساله دادیم. یعنی روحانیت با به نوعی تکرار شعارهای روشنفکران چه چپ چه مذهبی انقلاب کرد. آقای خمینی سال دهه 40 ولایت فقیه نوشته بود، ولی شما در طول انقلاب هم به معنی حالا این تظاهراتهای آخر حکومت دیگه، من انقلاب رو یه مدار عمیق‌تر می‌بینم، در اون دوره آقای خمینی از حرفی از ولایت فقیه نمی‌زنه. حتی شریعت باید اجرا شود به این صراحت که شما میگید تو ادبیات آقای خمینی نیست. اینکه ما بیاییم مثلا یه خانومی ظاهرا حاله صحابی بوده نشون میدیم، یه خب همه حجاب حالا همین جوری خوبه. یعنی آقای خمینی در اون چیزی که بعداً به ناموس جمهوری اسلامی تبدیل میشه، چادر و حجاب برتر، تو نفل و شاتو این حرفا رو نمیزنه. اما از یک زاویه عمیق‌تر بخوام نگاه کنیم، من ساختاری نگاه میکنم. چرا روحانیت سنتی روشنویرا رو شکست داد عملا؟ این فقط فریب نیست، درسته فریب هم بخشیش هست، درسته زیر قول و وعده ها زدن هم بخشیش هست، ولی ساختار جامعه ایران میطلبید. یعنی جامعه ایران یه جامعه ناموزون ولی با غلبه وجه سنتی بود. در مقطع انقلاب 45% جامعه ایران، 47% شهرنشینه، 55% غیر شهرنشینه. یعنی جامعه ایران در حال یه پوست اندازی تاریخیه. روشنفکرها بخش اقلیتی از جامعه رو نمایندگی میکردن، در حالی که شعارهایی که میدادن شعار به اصطلاح شعاری که تو انقلاب داده میشد شعار همین اقلیت بود. هر کسی از زن خود وارد انقلاب شد، ولی همون شراکت نافرجامی که گفتم، این شراکت به خاطر تشابه‌های سوری بود. آقای خمینی غرب رو نقد میکرد، ولی آقای خمینی ضد اجنبی بود. روشنویرا نقد میکردن، ضد سرمایه‌داری بودن. آقای خمینی میگفت آزادی رو برای خودش میخواست، روشنویرا آزادی رو برای بخش بزرگتری از جامعه میخواستن. روشنویرا میگفتن مذهبی، نوگرا میگفتن اسلام، آقای خمینی هم میگفت اسلام. آقای خمینی تو اسلام حوزه‌های علمیه رو میدید، اینها حکومت عدل علی رو میدیدن. یعنی این تشابه سوری باعث شکل‌گیری یک شراکتی شد که این شراکت بعد اینکه فهمیدن هر کسی هرمنوتیکی چه تفسیری از اون کلمات داشت، موقعی بود که دیگه کار از کار گذشته بود. اصلا شما کار نمی کنید صحبت های پدرتون؟ من با برخی نکاتش موافق نیستم. همون جایی که آقای خمینی در نوفل و شاتو به خانم حاله صحابی اشاره میکنه، میگه که حجاب مثلا همین، خانم مرتضی هم خاطراتی دارن، میگن که ما وقتی میخواستیم وارد اتاقی بشیم که آقای خمینی هستن، به ما گفتن برجستگی های بدنتون رو بپوشونید. خب پس این وجود داشت که میدونستن که آقای با چه پدیده ای مواجه هستیم. از سوی دیگه من یک فیلمی همیشه در 22 بهمن تلویزیون ایران پخش میکنه، برای من یک علامت سوال بسیار بزرگیه این فیلم. آقای خمینی وارد مدرسه رفاه میشن، میرن پشت پنجره و یک سری خانوم‌ها هستن که میان به عنوان یک چیز مقدس دستمال پرت میکنن به سمت آقای خمینی که مثلا متبرک بشه. توی یک سکانسی از اون فیلم یکی از دستمال‌هایی که پرت میشه توسط یکی از این خانم‌ها به آقای خمینی نمیرسه. یکی از اطرافیان ایشون دستمال رو برمی‌داره، میماله به دست آقای خمینی و دوباره میده به اون خانم. و این سوال بر من پیش میاد که روشنفکرای اون دوران یا جوانهایی که اون دوره کتاب خونده بودن و یکی از چیزهایی که همیشه نسل قبل به نسل جدید تر میگه که شما کتاب نمیخونید، اون نسل کتابخوان و با سواد چطور با دیدن این رفتار آقای خمینی که چنان قداستی برای خودش قائله که وقتی دستمالی بهش نمیخوره میماله به خودش که این دستمال تبرک بشه و برگردونه، چطور فکر میکردن که با یه همچین پدیده مقدس، پدیده‌ای که برای خودش قداست و حاله نور متصور هست، میتونن یک جامعه دموکراتیک یا یک جامعه آزاد، یک جامعه که آزادی رو برای کمونیست و یهودی و مسلمان و اتئیست هم میشه همچین جامعه از توش در بیاد. ولی در مقابل اون صحبتی که ارشاد میکنه در مورد اینکه نقش خود آقای خمینی و شیوهی که توضیح دادن، چی دارین که در مقابل دفاع بکنه از خودتون؟ ببینید حالا من شخصی نمیخوام بگم، من خودم اردیبهشت 58، حالا ما قبل انقلاب طرفدار شریعتی طرفدار اسلام منهای روحانیت بودیم. یه مدار شگفت‌انگیزتر که ارشاد میتونه از ما سوال کنه، چجور اینهایی که آقای مطهری میگفت منهاییون طرفدار اسلام منهای روحانیت، تو مقطع انقلاب دنبال روحانیت افتادن، دنبال آقای خمینی افتادن.
این ناشی از اون رادیکالیزمی بود و وجه عرفانی که آقای خمینی درست کرده بود و اینکه یه چیز تافته جدا بافته است. ولی حالا طیف ما، نسل ما، ما عبور کردیم رو همین مشخصاتی که میگه. وقتی آقای خمینی گفت که شما عزاداری رو به همون شکل سنتیش برگزار کنید، یکی از جایی که فکر من کاملا یه آژیر خطر کشید که این اصلا اونی که فکر میکردیم نیست. اما این نقاط به تدریج نقاطی بود که باعث این گسست ها شد. اما روشنفکرها ارتجاع مذهبی رو هیچگاه توجیه نکردن. در رابطه با عدالت حرف ارشاد رو قبول دارن. یعنی روشنفکرها و ادبیات چپ رادیکالیزم سیاسی آقای خمینی رو تقویت میکرد. تو ماجرای گروگانگیری در واقع همه گروگانگیری حمایت کردن. یا تو رخداد انقلاب، حالا ما الان وارد جمهوری اسلامی شدیم، تو رخداد انقلاب از ملیون بگیرین، لایکا بگیرین، چپا بگیرین، بخشای حتی سنتی روحانیت که با آقای خمینی چند سال شاید میشه گفت بیش از یک دهه تعارض داشتن، همه به نوعی با آقای خمینی بیعت کردن. اینجا یه چیزی رو که نباید فراموش کنیم که انقلاب دو سمت داره. یه سمت شاه، حکومتی است که سر کاره. به قول مهندس بازرگان میگفت رهبر واقعی انقلاب شخص شاهه. یعنی وقتی یه حکومت نمیپذیرد که به هر حال کسایی که قانون اساسیش هم پذیرفتن فعالیت بکنن، و دو تا حزبی که خب یه مدارم نمایشی، این دو تا حزب هم به هم میزنه و میگه که آقا حزب رستاخیز هر کی هم نیاد عواطف کمونیستی داره. یعنی اینجا ما نقش منفی، یعنی انقلاب انسان‌ها تصمیمی به انقلاب نمیگیرن، انقلاب بر انسان‌ها تحمیل میشود، مخصوصا یه جامعه سازگاری مثل جامعه ایران که جامعه تقریبا سازگاریه، یه جامعه شورشی نیست. حالا شما صحبت از زمان شاه کردید، میخواستم این سوال از ارشاد بپرسم. این که شما تو شبکه‌های اجتماعی امروزها تصویرهای زیادی از فیلم‌های زمان شاه، از عرصه‌های مختلف زندگی اون زمان، اینا پخش میشه، حتما دیدید خیلی از اینا. وقتی اینا رو میبینید، چون شما خودتون نبودین اون موقع، چه به ذهنتون میاد؟ خب یه سری تصویرها میشه گفت حالت بیشتر پروپاگاند داره. بله، خب مثلا آره، چه میدونم عکسای خیلی زیبایی از سال 40 50 از تهران و شیراز و این اطراف وجود داره، ولی عکسای کاوه گلستان از محله چیز هم وجود داره، از شهر نو هم وجود داره، یا حلبی آبادهای اطراف تهران هم وجود داره. من تصور یک دوران طلایی از قبل از انقلاب ندارم، ولی یک سری واقعیت هم وجود داره که رشد اقتصادی در دهه 50 ایران 8%، ما رسیدیم به جایی که رشد اقتصادی ایران رسیده به منفی 0.6%. یا از اون طرف آزادی های اجتماعی که در قبل از انقلاب وجود داشت، بعد از انقلاب وجود داشت. از نظر آزادی های سیاسی من فکر نمی کنم اونقدر هم ما پیشرفت کرده باشیم. یعنی مثلا بسیاری از جوانای امروزی میگن که به هر حال انقلاب در قبل از انقلاب در زمان شاه مردم حداقل آزادی شخصی داشتن، کسی مزاحمشون نمیشد، تو خونه‌هاشون سر نمی‌زدن، نمی‌دونم به پارتی‌ها و جشن‌ها و عروسی‌هاشون سرکشی نمی‌کردن، یا مثلا آزادی شخصیشون وجود داشت. میگن انقلاب نه تنها آزادی سیاسی نیاورد، بلکه این آزادی شخصی هم از ما گرفت، از جوان‌ها گرفت. آیا شما هم همین نظر رو؟ یکی از انتقادهایی که فکر می‌کنم میشه در موردش به صورت جدی فکر کرد که اکثریت جامعه فعال سیاسی نیستن، کنشگر سیاسی نیستن، اکثریت جامعه دغدغه‌های اقتصادی و آزادی اجتماعی دارن، و انقلاب برخلاف اون چیزی که مدعی شد، آقای خمینی وارد ایران که میشن 12 بهمن، ما در اولین سخنرانیشون که میشه گفت به صورت نماد سخنرانی انتخاباتیه، کلی وعده اقتصادی میدن که حالا دیگه این جملات خیلی معروفه دیگه، آب مجانی و گاز برق مجانی، خانه مجانی، شما فقط برید به فکر آخرتتون باشید. یعنی یکی از مسائل مهمی که آقای خمینی هم به خوبی درک کرده بودن وقتی از پاریس تشریف میبرن تهران، یکی از مهمترین مسائل اقتصادیه که در اولین سخنرانیش هم مطرح میکنن، ولی به این وعده ها نمیتونن عمل کنن. خب حالا سال گذشته آقای احمد علو الهدا که امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان گفته بود که جوانان نسل سوم، نقل قول میکنم از خودش، جوانان نسل سوم درباره حقانیت انقلاب دچار تردید شده و این فکر به ذهنشان خطور کرده که شاید پهلوی حکومت برحقی بود است. برای جوانان این پرسش پیش آمده که چرا بنی‌صدر خائن بود، موسوی فتنه‌گر از آب درآمد، دولت خاتمی مروج بیدبند دوباری شد و احمدی نژاد هم آنگونه از آب درآمد. این چقدر این حرفا آقای علو الهدا برای شما معنی پیدا میکنه؟ چقدر شما باور دارید که اینطوره؟
اینکه آقای المنهاده هم همچین حرفی میزنه جای خوشحالی داره، ولی البته اینم من بگم که آقای المنهاده این حرفا رو زده که به صدا و سیما غیره بگه که شما باید بیشتر کار کنید برای توجیه من فکر نمی کنم که برخلاف اون چیزی که آقای علم‌الهدی مدعی هستن، فکر نمی کنم که پهلوی یک دوران خوب و طلایی بود و خب مسلم هم هست که جمهوری اسلامی هم همچین مختصاتی نداره. چیزی که من به شخص منتقدش هستم روندیه که طی شد، یعنی من مشخصا مخالف انقلابم. اگر اون دوران رو بررسی کنیم، کشورهایی که تحولات سریع و تند درش اتفاق افتاد، مثل انقلاب، مثل شورش‌های منتهی به کودتا، و اونا رو مقایسه کنیم با کشورهایی که یک تغییرات آرام و پیوسته‌ای درشون صورت گرفت، می‌بینیم که در دسته اول همه‌شون تقریبا به فاجعه منجر شد و دسته دوم آدمایی بودن که میشه گفت کشورهایی بودن که به نتایج بهتری رسیدن. از اون طرف میشه مثلا به ایران اشاره کرد، کوبا، حتی عراق و سوریه که شورش منجر به کودتا درشون صورت میگیره، و در دسته دوم میشه مثلا در دسته‌ای که وضعیت بهتری دارن میشه از خیلی از کشورهای آسیای شرقی، آسیای جنوب شرقی اشاره کرد، مثل کره، مثل سنگاپور، مثل برزیل در آمریکای جنوبی. خب اونا الان که از قدرت‌های اقتصادی هستن، وضعیت آزادی اجتماعی بسیار بهتری دارن، وضعیت آزادی سیاسی خیلی بهتری دارن، ولی اون طرف کشورهایی که تغییرات سریع توشون صورت گرفت، خب الان وضعیت مشخص است. من یه نکته اضافه کنم، من معتقد نیستم آزادی‌های بعد انقلاب کمتر از قبل انقلابه. استبداد، سرکوب، شکنجه، اعدام بیشتر شده. جمهوری اسلامی حکومت شاه رو سفید کرده و باعث شده بدیاش پنهان بمونه. ولی همین حالا آزادی مطبوعات، یعنی آزادی مطبوعات تو دهه 70، 80، 90 تو ایران اصلا قابل مقایسه با دهه 50 نیست. یعنی باید منصفانه نگاه کنیم. یعنی در جمهوری اسلامی آزادی مطبوعات، البته دلایل و علتش رو نمیخوام چیز کنم. و مسئله دیگه این که نسل امروز هم نسل ضد انقلاب نیست. ببینید ضد انقلاب به این معنا، جنبش سبز تعامل و تلاقی نسل ها بود. یعنی نسل ما، نسل ارشاد و حتی مسن‌تر از ما تو جنبش سبز بودن. جنبش سبز رو دوش نسل ارشاد بود، اما تو این جنبش همه با هم بودیم. یعنی نسل ما به یه تجاربی رسیده بود، این نسل هم به تجاربش آورد. ولی یه نکتم داشت، از رأی منکو رسید به مرگ بر دیکتاتور. چرا؟ یعنی وقتی حکومتی نپذیره که رأی صدای رأی من کورو بشنوه، مجبوره که شعار مرگ بر دیکتاتور رو بشنوه. این قانون طبیعی زندگیه. خب طبیعی انسان‌ها از زندگی تجربه میآموزن، ولی همش یه طرفه نیست. شما ممکنه درست رانندگی بکنید، ولی طرف مقابلتون بیاد تو شکم شما. نسل ما هم آموخت که بایستی دین و دولت رو از هم جدا بکنه. نسل انقلاب، نسل انقلاب آموخت که بایستی هیچ مقام مادام العمر و هیچ قشر و طبقه و ایدولوژی حق ویژه نداشته باشه. ولی این نسل هم داره میآموزه که درست حد اکثر خواهی انقلاب با حد اقل خواهی فعلی، پرایماتیزم حد اقل خواهی فعلی عکس همن. شاید ناشی از روحیه نوسانی و ثنوی ایرانی باشه که افراد تفرید داره، ولی این نسل هم وقتی فشار بهش میاد شعار مرگ بر دیکتاتور میده. شعار مرگ بر دیکتاتور تش انقلابه. یعنی یا حرف منو بپذیری یا من بر تو شورش خواهم کرد. خالص بدین از خود ارشاد بپرسیم صبر و تحملش چقدره. من خیلی با این نکته موافق نیستم. مقایسه میکنم در سال 88 در کشورهای منطقه یک سری اتفاقای پشت سر هم حالا به اسم بهار عربی رخ داد، در تونس و لیبی و سوریه. شما می‌بینید اولین ویدیوهای آماتوری که از کشور مثل تونس، لیبی، سوریه در میاد، اولین شعار در اولین روز که داده میشه از شب یورید اسقاط نظام، مردم خواستار سقوط نظامن. ولی اولین راهپیمایی که در ایران صورت میگیره اساساً هیچ شعاری درش وجود نداره، راهپیمایی سکوته. تا ماها اولین شعار، تا ماها فقط شعار اینه که رأی من کو. و من فکر میکنم، معتقدم که اگر جامعه ایران بدون علم به این که اگر انقلاب کنه چه اتفاقی خواهد افتاد، با مختصات فعلیش برگرده بره به سال 56 57، انقلاب نخواهد کرد. به این دلیل که جامعه ایران دیگه یک جامعه آرمانگرا مثل نسل اون موقع نیست، یک جامعه مطالبه محور هست. اگر اون موقع آرمان ساختن یک جامعه بی طبقه، جامعه بی طبقه توحیدی یا آرمان‌های بزرگی از این دست بود، الان نسل امروز خواسته های خیلی ساده ای داره. اگر آقای حنیف نژاد برای جامعه بی طبقه توحیدی حاضر شد جونشو بده،
ندا و سهراب برای یک برگ رأی، ندا حتی رأی هم نداده بود، میان ریسک مردن رو میپذیرن. به نظر من این حتی از اون کم ارزشتر نیست. در یک جمله اگه شما اینو بخواد توضیح بدید برای من که نسل شما که همه این ماجرا رو انقلاب رو شنیده ولی در جمهوری اسلامی زندگی کرده، الان چی میخوان؟ یعنی میخواین که چی میخواین و به چه شکل میخواین که رو به دست بیارید؟ نمایندگی از خودم فقط میتونم حرف بزنم. فکر میکنم که خاص من همون چیزی هست که در مورد به صورت نمادین در مورد فعالین زنان یا در مورد زنان گفتم که یک جامعه مطالبه محور میخوام که مطالبات کاملا دست یافتنی و مشخص از چه طریق چه زمانی به کجا بتونیم برسیم داشته باشیم، نه مطالبات آرمانگرایانه و مطالباتی که آروم باشه که بشه رسوب کنه، انقلابی نباشه که بعد به راحتی آقای خمینی یا آقای ایکس ایگرگ بتونن سکان رو به دست بگیرن و ظرف 10 سال همه چیز رو به یک دنیای دیگه ای بدل کنن. یه جمله من بگم؟ بفرمایید. انقلابیون هم از مطالبه محوری شروع کردن. بفرد. البته با یه تفاوت که تجربه‌ای که همه طی کردن، نه نسل ارشاد. این تجربه‌ای که طی کردن صبوری بیشتری بهشون میآموزه. ولی این صبوری تا بی‌نهایت نیست. این نسل هم تا بی‌نهایت صبوری نخواهد کرد. بسیار خیلی متشکرم آقای رضا علی جانی، ممنون از شما. ارشاد علی جانی، ممنون از شما. خیلی ممنون از شرکتتون در برنامه.